وقتی دارم برای منیر دعا میکنم، هر کدوم از شما بیننده ها که مشکلی دارید، سرطان دارید، پادرد دارید، مثل منیر دستتون میلرزه، هر مشکلی دارید، قلب درد دارید، هر چیزی که هست، این دعا رو وصل بدید به بیماری خودتون. اونجایی که من اسم منیر رو میارم، شما اسم خودتون یا اون بیمارتون رو بذارید. اونجایی که از خدا میخوام زانوش رو شفا بده یا لرزش دستاش رو شفا بده، شما اسم بیماری خودتون یا بیماری که اون عزیزتون داره بگذارید. مثلا من میگم خداوند دستای منیر رو شفا بده، شما بگو خداوند سردرد شوهرم رو شفا بده. برای مثال سلام جانم عزیز، رو ایر هستید، بفرمایید، خواهش میکنم. ایلی قربونه جونه، چقدر خوشحال شدم جان. خواهش میکنم عزیزم، حالتون چطوره؟ یه لحظه گوشی. از عزیزان خواهش میکنم، وقتی یه نفر رو دارم باهاش صحبت میکنم، وقتی که شماها تماس میگیرید، همون لحظه از روی بلنگو برداشته میشه دیگه، صدای نه من صدایشون رو میشنوم نه بیننده های دیگه. وقتی با یه نفر دارم صحبت میکنم، خواهش میکنم تماس نگیرید. مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم پدر جان، اله قربونتون، من دومین باره که با شما تماس میگیرم. که گفتم زانوامو میخواستم عمل بکنم، نشد به خاطر 70% گرفتگی گردنم. یه چیزایی یادم میاد. ادامه. لرزش دوتا دستم. اوکی. لرزش یادم میاد. نشد پدر جانم. اوکی، ما همچنان به دعا ادامه میدیم عزیزم. شما ایمان داری که خدا میتونه شفات بده؟ خدا فراموش نکنه. چشم عزیزم، چشم، دعا میکنم عزیزم. اسمتون چی بود؟ سلامت. اسمت چی بود عزیزم؟ منیر بود. منیر. با واتساپ دارم زنگ میزنم. فکر میکنم که با بچه هاتون یا با یه نفر دیگه صحبت میکردم اولش، آره؟ بله، اول این برادرزادم صحبت میکرد. آها. بعد من خودم تماس گرفتم. خوب کاری کردی عزیزم، خوب کاری کردی. اوکی عزیزم، ایمان آوردی؟ من خیلی عاجز شدم. نه، از کلمه عاجز به کار نبر. ببین، عاجز اون کسی که تو زندان گرفتار شده، هیچ کاری هم دستش بر نمیاد. نه، شما عاجز نیستی. خدا رو شکر بکن، چشم داری باهاش میبینی، زبون داری باهاش حرف میزنی، میتونی غذا بخوری با دهنت، بتونی بشنوی. به خاطر چیزایی که داری خدا رو شکر بکن. خدا رو شکر بکن برای چیزایی که داری. نه، به من گوش بده، خواهش میکنم. خدا رو نه، خدا رو شکر بکن همیشه به خاطر چیزایی که داری. بعد چیزایی که نداری ازش بطلب. بیماری از جانب خدا نیست، بهت میبخشه، شفا بهت میده. ولی شکرگزار چیزایی باش که داری. اون لقمه نونی که تو خونت میاد میتونی غذا بخوری، یا گفتم چشم و گوش، اون اتفاق، بچه هایی که احتمالاً داری، نوه هایی که داری، خدا میدونه. اون چیزایی که داری، میز صندلی که تو خونت داری میتونی روش بشینی، به خاطر هرچی که میتونی ببینی و نمیبینی، خدا رو شکر بکن. بعد تقاضاهای خودتو به حضورش ببر. ببین، من الان برات دعا میکنم، از طریق تلویزیون گوش بده. از تلویزیون گوش بده. من الان برات دعا میکنم، ولی باید دریافت بکنی. موقع دعا کردن شک به خودت راه نده و فکر نکن که آخه دکتر اینو گفته، آخه نمیدونم آزمایش اونو گفته. فقط به خدای فکر بکن که قادر به انجام هر کاری هست. اوکی دخترم؟ چشم. برو پای تلویزیون بشو. چشم. الهی قربونه، یه خواسته نه 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 نه، برو گوش بده پای تلویزیون. نه، وقتی خدا هدایت میکنه راجع به یه چیزی دعا بکنم، آنن بپذیر، چیزهای دیگر رو قاطی نکنین. برای همه میگم عزیزان، اجازه بدید اول یه آیه رو از روی کلام خدا براتون بخونم که همه باید بشنویم و بهش اطاعت بکنیم. یکی از آیات بسیار معروف انجیل هست، وقتی که
جبرائیل به مریم ظاهر میشه و خبر تولد بچه رو بهش میده. اون گفتگوی بین جبرائیل و مریم رو الان براتون میخونم، گوش بده، به خصوص برای منیر عزیز که الان تلفن کرد. ببینید، گفت شنود رو گوش بدید. جبرائیل به مریم ظاهر میشه که خبر تولد بچه رو بده، خبر تولد عیسی رو به مریم بده، و مریم خیلی عکس‌العمل طبیعی نشون میده، میگه آخه این چجوری ممکنه، من با مردی هرگز رابطه نداشتم، در عقد یوسف بوده ولی هنوز به خونه یوسف نرفته، توی خونه پدر مادرش زندگی میکنه. و همین رو به فرشته میگه. وقتی فرشته بهش ظاهر میشه میگه ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است، تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. لقبش میشه پسر خدا، نه اینکه خدا زن گرفته بچه دار شده. به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، لقبش میشه پسر خدا. چرا؟ چون پدر جسمانی نداره، توسط معجزه روح القدس داره حامله میشه. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود، او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت این چگونه ممکن است، من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و از این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. از چه سبب؟ از این سبب که پدر جسمانی نداره، با معجزه روح القدس مریم حامل میشه. بدان که خیشاوند تو، یادتون میاد چند هفته پیش داستان زکریا و زنش الیزابت رو براتون تعریف کردم که هر دو پیر بودن و از خیشاوندان مریم بودن و در سن پیری در حالی که الیزابت نازا بود فرشته خدا به زکریا ظاهر میشه و وعده تولد زکریا رو میده، ببخشید وعده تولد یحیی رو میده. یحیی تعمید دهنده کسی بود که فرشته وعدش رو از جانب خدا به زکریا و الیزابت داد، در واقع فقط به زکریا داد، بعد زکریا برای زنش تعریف کرد. و اینجا فرشته داره اونو به یاد مریم میاره، میگه بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و اون کس که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا این آیه رو گوش بدید، آیه 7، جبرائیل به مریم ادامه میده میگه زیرا برای خدا هیچ چیزی محال نیست. این آیه رو برای خودتون تفسیر بکنید. خدایی که شما در ذهنت میشناسی چقدر قدرت داره؟ خدایی که ما بهش اعتقاد داریم براش هیچ کاری محال نیست و در کلامش گفته بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، بکوبید تا در برویتان باز شود. خدایی که ما میشناسیم هیچ چیزی براش محال نیست. اینو میتونی قبول داشته باشی؟ همینو، فقط همین. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری قادر به انجام هر کاری هست؟ یا اینکه با خودت میگی نه دیگه، مثلا حکم اعدامش صادر شده و اعدام میشه. با چقدر ایمان میتونی دعا بکنی که جلوی اعدامش رو بگیری؟ نمیخوام بگم، نمیگم،
اون کسانی که فرزندانشون پدر مادرشون اعدام شدن، کشته شدن به وسیله این رژیم غاصب و قاتل، پدر مادرشون به ایمان بودن، ابدا این حرف رو نمیزنم. ولی در اون لحظه معمولا اعضای خانواده اونقدر ناراحت هستن، تشویش دارن چی کار بکنن چی کار نکنن، نمیتونن دعا بکنن. ولی پیش اومده، دیروز براتون پیروز پخش کردم، که حتی کسی که مرده بود خدا زندش کرد به خاطر ایمان یک زن، زن اون کسی که در تصادف کشته شده بود، 3 روزم تو سردخونه بود، مرده بود. بنابراین موقعی که دعا میکنیم، ببینید عزیزان، هم باید دعا کننده ایمان داشته باشه، هم دریافت کننده دعا. کلام خدا میگه هرگاه 2 نفر، من 1 نفرم، اون شخصی که براش دعا میکنم 1 نفر دیگه است، 10,000 نفر دیگه هم که ممکنه دارن به این دعا گوش میدن و تصمیم میگیرن این دعا رو برای خودشون دریافت بکنن، اونم 10,000 نفر دیگه هم. به عبارت دیگه، وقتی دارم برای منیر دعا میکنم، هر کدوم از شما بیننده ها که مشکلی دارید، سرطان دارید، پادرد دارید، مثل منیر دستتون میلرزه، هر مشکلی دارید، قلب درد دارید، هر چیزی که هست، این دعا رو وصل بدید به بیماری خودتون. اونجایی که من اسم منیر رو میارم، شما اسم خودتون یا اون بیمارتون رو بذارید. اونجایی که از خدا میخوام زانوش رو شفا بده یا دست لرزش دستاش رو شفا بده، شما اسم بیماری خودتون یا بیماری که اون عزیزتون داره بگذارید. مثلا من میگم خداوند دستای منیر رو شفا بده، شما بگو خداوند سردرد شوهرم رو شفا بده. برای مثال ولی اگر ایمانتون کمه، نگران نباشید. رسولان مسیح، 12 رسول مسیح ایمان نداشتن. تا دنبالش بودن همیشه، برای اینکه آدم معروف رو همه میخوان بهش بچسبن که به وسیله اون اینا معروف بشن، برای ایمان بهش نداشتن. وقتی عیسی معجزه میکرد اینا تعجب میکرد، تا وقتی که عیسی رو دیدن به چشم خودشون، روی صلیب مصلوبش کردن، خونش روی صلیب ریخته شد، خودشون بردن گذاشتنش توی قبر، و در روز سوم دیدن که عیسی زنده از قبر بیرون اومد، تازه اون موقع دوزاریشون افتاد که بابا این همون مسیحیه که ما منتظرش بودیم، پس باید ایمان داشته باشیم. همون پتروسی که انقدر ایمان نداشت که بتونه یه بیمار سر و شفا بده، مرده رو زنده کرد. بر رسولان دیگه به همین صورت معجزات دیگه کردن. بنابراین اگر ایمانتون یه خول ضعیفه، اشکالی نداره، دعا بکنید خداوند ایمان من رو قوی بکن. اینم یه دعاست. به نام عیسی مسیح آمین. و الان برای منیر من میخوام دعا بکنم. قبل از اینکه برای منیر دعا بکنم، صلاح میبینم که دعای توبه و نجات رو براتون بگم، که شما هم بتونید الان اگر هنوز به عیسی انجیل ایمان نیاوردید، الان به عیسی انجیل ایمان بیارید و رسما مسیحی بشید، چون خدا صدای گناهکار رو نمیشنوه. وقتی به وسیله این دعایی که الان من میگم به گناهانتون اعتراف میکنید، به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان میارید و مسیح رو به قلبتون دعوت میکنید، از اون لحظه به بعد شما رسما مسیحی میشید،
تمام گناهانی که در زندگیتون مرتکب شدید از اون روزی که به یاد میارید تا همین ثانیه بخشیده میشه و اسم شما الان در دفتر حیات در بهشت نوشته میشه. بنابراین اگر آماده هستید عزیزان، چند ثانیه بهتون وقت میدم اگر میخواید راجبش فکر بکنید که بعد وقتی دعای توبه و نجات میگم بعد از من بتونید تکرار بکنید. دعا رو باید با صدای بلند بکنید. چرا؟ عیسی گفت اگر در برابر دیگران خود را از آن من بدانید، من نیز در برابر پدر آسمانی خود شما را از آن خودم میدونم. اگر منو انکار کنید، من هم شما را انکار میکنم. بنابراین انکار رو بکنید. چند ثانیه راجبش فکر بکنید و اگر آرامش دارید، میخواید گناهانتون بخشیده بشه و به عیسی انجیل ایمان بیارید و بهشت شما رو عیسی تضمین کرده، لحظه ای که شما توبه میکنید به خونی که عیسی روی صلیب ریخت ایمان میارید. توبه یعنی چی؟ به گناهت اعتراف میکنی، بر میگردی و دیگه اون کار انجام نمیدی، اونو میگن توبه. و اونایی که میگن خب امروز میریم حالا فعلا گناه رو میکنیم فردا میریم پیش کشیش، از این خبرا نیست. کلام خدا میگه وقتی میدونی با انجام کاری که در شرف انجامش هستی داری مرتکب گناه میشی، با این وجود اون کار رو انجام میدی، تمام گناهات برمیگردونی روی صلیب. مواظب باشید. از این سردر نمیارم. که عزیزانم اگر میخواید به عیسی انجیل ایمان بیارید، گناهانتون بخشیده بشه، به اسمتون در دفتر حیات در بهشت الان نوشته بشه. این دعا رو الان بعد از من با صدای بلند تکرار بکنید. بگید ای خداوند، میدونم که گناهکارم. در این لحظه به تمام گناهان خودم اعتراف میکنم، چه اونهایی که دانسته انجام دادم یا آنهایی که ندانسته مرتکب شدم. ای عیسی، من ایمان دارم مطابق با کلامت که تو برای گناهان من روی صلیب جان دادی
و در روز سوم با قدرت روح خدا از قبر زنده بیرون اومدی، به قلب من وارد شو، گناهان منو ببخش و کنترل و رهبری زندگی منو از این لحظه به بعد به عهده بگیر. تو رو شکر میکنم ای خداوند و همه اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. آمین. و همه ایماندارا گفتن آمین. تبریک میگم به عزیزانی که الان این دعا رو بعد از من تکرار کردید و رسما مسیحی شدید. به خانواده مسیح خوش آمدید. الان شما کاملا بیگناه هستید. ممکنه دزدی کرده باشی، مچت گرفته شده، باید بری دادگاه، اون امری جداگانه است. در دید خدا شما دیگه گناهی نداری و حتی دادگاه که میخوای بری دعا کن، خداوند رو از تو خواهش میکنم همراه من بیا، کمکم بکن در تصمیم قاضی. خدا عادله. الان برای منیر و پا درد و دست درد و زانو دردش دعا میکنم و شما عزیزان هم میتونید این دعا رو برای خودتون دریافت بکنید. خداوند، به حضورت میام یک بار دیگه به نام مقدس عیسی مسیح و شکرت میکنم به خاطر ایمان منیر. خداوند، از تو میطلبم ای قدوس که در این لحظه ایمان منیر رو افزایش ببخشی، کمکش بکنی ای خداوند که بتونه معجزه تو رو دریافت بکنه. تمنا میکنم ای خداوند هر نوع ترس و نگرانی و شک و تردید رو از روح و جسم و فکر منیر دور بسازی، از اطرافیانش دور بسازی. و ای خداوند از تو تمنا میکنم که با دستان مقدست در این لحظه وجود منیر رو لمس بفرمایی. برای لرزش دستانش دعا میکنم ای خداوند که در نام مسیح اون لرزش ها همین الان باید بایستید. زانو درد منیر، باید همین الان اون درد از وجود منیر بیرون برید. خداوند، شفای کامل تو رو برای جسم منیر میطلبم در این لحظه و از تو تمنا میکنم نام خودت رو جلال بدی که دفعه بعد منیر شهادت بده تو براش چه کار کردی. خداوند، برای افراد دیگه که دارن به این دعا گوش میدن دعا میکنم و از تو میطلبم گره از مشکلاتشون باز بفرمایی، بیماری هاشون رو شفا بدی و کمکشون بکنی ای قدوس که بتونن صحیح و سلامت سر پا بایستن و از هر درد و مرض و آزاری آزاد بشن. تو رو شکر میکنم ای خداوند و همه اینها رو به نام مقدس عیسی مسیح از تو میطلبم. آمین. آمین. عزیزان، اجازه بدید سرودی با هم بشنویم که خیلی میخوره به این صحبت هامون. زیبا شد وقتی که خدا آسمون و زمین را آفرید، گفت، فقط گفت، آسمون و زمین آفریده شد و زیبا آفریده شد. وقتی الان با قدرتی که خداوند به ما بخشیده دعا کردیم، زندگی شما زیبا شد. گوش بدیم با هم.